سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری. در گفتگوهای سیاسی این هفته با مجید دارابگی هستیم. سلام بر تو مجید عزیز. سلام بر تو و بینندگان عزیز تلویزیون برابری. پس از دو سه هفته قرنطینه اعلام شده توسط دولت روحانی شکسته شد و به اصطلاح همه بسیاری از مراکز تجاری و کاری باز شد. این علارغم این بود که ما شاهد افزایش آمار قربانیان کرونا نه فقط در سطح ایران بلکه در سطح جهان است. تعداد قربانیان و تعداد کسانی که در واقع به این ویروس گرفتار شدن همچنان در ابهامه. چرا دولت روحانی در این شرایط با جان و زندگی و سلامت مردمان ایران این گونه بازی میکنه و چرا مسئله اقتصاد به اصطلاح مهمتر از جان مردمانه برای دولت روحانی و دستگاه حکومتی در رژیم اسلامی؟ در پاسخ به این پرسش شما خوب از نگاهی بندازیم به موضعی که از طرف خود جمهوری اسلامی اعلام شد. خامنه ای در روز 15 شعبان که برای شیعیان یک جشن مهمی است و هر ساله با شکوه برگزار میکنن، تولد به اصطلاح امام قایرشون، گفت امسال سال جهش اقتصادی، در حالی که همه فاکتورها، همه اطلاعات نشان میده سال گذشته اقتصاد ایران رشد منفی بالای 50% داشته، اگرچه میگن رشد مثلا 12 یا 13% منفی، و در شرایط کنونی به ادعای خود مقامات کشوری کفگیر به ته دیگ خورده. مسعود میلی مشاور اصلی اقتصادی روحانی میگه ما پولی در بساط نداریم. کشورهای دیگر همینجور که در تلویزیون برابری خود شما پخش کردید و نگاه کردید، با سرمایه گذاری کلان تلاش نمودن مردم را در خانه ها مهار کنند، حقوق کارگران، کارمندان و زحمتکشان را پرداخت کنند. کسانی که در واقع واحدهای کوچک تولیدی، خدماتی و اداری را از کوچک تا مثلا 5 نفر، 10 نفر می‌کردند، تحت پوشش حمایتی قرار بدن که زندگیشون بچرخه. در جمهوری اسلامی چنین ذخیره ای میگویند نیست. به باور ما چنین ذخیره ای موجوده. نه اینکه فقط من بگم، یک آدمی از حکومتی ها مثل عباس عبدی که جزء دانشجویان خط امام بود و بالماسکه اشغال سفارت جمهوری اسلامی را میگردوند یا یکی از سه گردانندش بود، میگه ما ذخیره داریم، چرا نبایستی از به اصطلاح بنیاد مستضعفان استفاده نکنیم؟ چرا نبایستی از بنیاد رضوی استفاده نکنیم؟ چرا نبایستی از اون ذخیره‌ای که خمینی در اختیار روحانیون گذاشته، در اختیار شخص خمینی است، ما نیام به مردم؟ اینجا به همون صحبت شما برمیگردم. برای این حکومت جون آدم ها ارزش نداره. خودشون با توجه به این که امکانات درمانی و بهداشتی براشون فراهم است، اگر مبتلا هم بشن امکان مداوا دارن. کارگران و زحمتکشان، توده فقیر، انبوه کودکان خیابانی
کسانی که جا ندارن بخوابن، کسانی که در بیغوله ها با هم دیگه زندگی میکنن، اینها جونشان در خطر. خب حکومت یکی از این دو راه را داره، یا بایستی این ذخایری که داره باز کنه، هزینه کنه، ادامه بده به سیاست قرنطینه، همون کاری که کشورهای اروپایی ادامه میدن، همین ایتالیا ادامه میده، فرانسه ادامه میده، بدون تردید آلمان و دیگر کشورهای اروپایی هم ادامه میدن. چرا؟ به خاطر اینکه زیان بعدی به مراتب وحشتناک‌تر است. جمهوری اسلامی اگرچه هنوز اطلاع دقیقی به مردم نداده که چند هزار نفر به این بیماری مبتلا شدن، چقدر مردن، ولی قدم به قدم الان اعتراف کرده که مرگ و میرها بالای چند هزار خورده ای هستن، تعداد مبتلایان بالای 72,000، اما بیگمان رقم بسیار بالاتر از این هاست. ولی به فرض که این رقم هم درست باشه، وجود اینها خطری است برای گسترش دوباره این بیماری. خب چه کار میشه کرد؟ حکومت به عنوان اداره کننده جامعه در برابر فرد فرد آهاد یک کشور، در برابر شهروندان، از فقیر تا غنی، از گدا تا شاه، مسئولیت داره و نمیتونه از این مسئولیت سرپیچی کنه. امروز به بهانه اینکه میزان فروش نفت کمه، به بهانه اینکه ما محاصره اقتصادی هستیم، تلاش می‌نمودن در واقع به بهانه مبارزه با این بیماری از زیر فشار محاصره اقتصادی آمریکا خارج شن، و چون با این سیاست موفق نبودن، اینه با گشودن دروازه ها، با شل کردن بند تسمیه قرنطینه، به یک شکل دیگر دنیا را زیر فشار بذارن، یعنی گسترش بیماری کرونا در ایران خطر جدی است برای افغانستان، خطر جدی است برای پاکستان، برای شیخ نشین ها، برای ترکیه، عراق و همسایه های شمالی. خب آیا جمهوری اسلامی واقعا در این اندیشه است که با باز کردن کارخونه ها و تأسیسات میتونه اقتصادش رو چرخونه؟ این یک سوالی است در برابر حکومت و در برابر مردم. چرا؟ به خاطر اینکه سال گذشته که بیماری کرونا نبوده، اگر بیماری کرونا در آخر آذر ما اومدن، اینها تا آخر سال مخفی کردن، اعتراف نکردن، از مردم پنهان داشتن. الان که آشکار شده، دروازه را به روی این بیماری باز کنم، خطر گسترش این بیماری به جایی میرسه که نه تنها رشد منهای 50% پارسال، بلکه میشه منهای 100%، منهای 200%. یعنی با تن بیمار نمیشه کار کرد. اگر یک کارخونه چرخش میچرخه، در صورتی که این چرخ و دنده در حرکته، که همه آدم ها سر جای خودشون باشن، وقتی تعدادی از این آدم ها بیمار باشن، خود به خود بخشای دیگر هم نمیتونه کار. این یک خطر بسیار جدی است و این جمهوری اسلامی تن به یک خطری داده به مراتب. عواردش از اون اختفای 2-3 ماهه سال گذشته بیشتر است. او چیزی که الان هست، یعنی در واقع ما شاهد این هستیم، یعنی خود این سیاست قرنطینه که شکسته میشه، به قول معروف بازگشت به روال عادی اجتماعی و اقتصادی میخواد دنبال بشه، تا
طبعا با توجه به پایان تعطیلات عید و نوروز و در واقع پخش گسترده خود این ویروس کرونا که معلوم نیست در کجا و تا چه حد تار و پود جامعه را در خودش درنوینده، ما باعث به خطر افتادن جان کادر درمانی، کادر بهداشتی خواهیم بود. یعنی در واقع با توجه به نبود در واقع امکانات بهداشتی و درمانی، کادر حفاظتی برای امکانات حفاظتی برای کادرهای بیمارستانی، ما شاهد حتی مرگ و در واقع نابودی واقعا کادر درمانی خواهیم بود. حتما آمارها رو دیدیم که آمار کشته شده های کادر درمانی و پزشکی در ایران بالاتر از همه جهانه. شما چه فکر میکنید این چقدر میتونه در واقع به جامعه ایران، به کل اجتماع و مردم آسیب بزنه و حتی به آینده، روند آینده جامعه ایران رو دچار اختلال های جدی بکنه؟ جهان امروز ما میگن یک دکاد است، یعنی ارتباطات جهانی به اندازه گسترده است که هیچ کشوری نمیتونه خودشو جدا از کشورهای دیگر بدونه. ولی به طور اخص ما در خاورمیانه، در کشوری که در واقع آبهای ما، بهتر بگیم فاضلاب‌های کشورمون جاریز به کشورهای همسایه، تنها در مرز پاکستان ما 17 تا رودخونه داریم که وارد خاک پاکستان میشه، 10 رودخونه وارد خاک افغانستان یا ترکمنستان میشه و همینجور به خاک عراق و کردستان، در هر دو بخش، چه در خاک ترکیه، کردستان ترکیه، چه در کردستان عراق و همینجور در جنوب. یعنی اگر در ایران گسترش پیدا کنه، کشورهای همسایه از این تعرض مسئول نیستن. اگر این بیماری قرار در دنیا مهار بشه، بایستی همه کشورها با هم هماهنگی کنن. هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه این بیماری را بدون همکاری و مساعدت با کشورهای دیگر مهار کنه. به همین دلیل چینی ها با وجود اینکه ادعا میکنن مهار کردن، دارن به همه جا کمک میکنن. روس ها با وجود اینکه خودشون درگیرن، دارن کمک میکنن. چرا؟ حتی کشوری مثل کوبا از اون برای دنیا میاد به اروپا کمک میکنه. چرا کمک میکنه؟ نه اینکه فکر کنیم به قول اون فیلسوف برجسته آلمانی کانت، خیر برای خیر، خیر برای خیر مطلق. نه خیر، کوبا نیازمند سلامت جامعه آلمان و ایتالیا، زیرا توریست از قبل توریست آلمانی و ایتالیا اونجا هم ارتزاق میکنن، از طریق توریست کانادایی هم ارتزاق میکنن. اگر این بیماری در کانادا مهار نشه، کوبا هم آسیب میبینه، برزیل هم آسیب میبینه. جمهوری اسلامی هم امروز با این سیاستی که پیش گرفته بسیار سیاست خطرناکی است. نقش خامنه ای این نقش ترامپ. ترامپ هم به بهانه‌های مختلف میگه من کمک را به سازمان بهداشت جهانی کم میکنم، زیرا اونا برای چین تبلیغ کردن. یک حرف خیلی بی منطقیه، منطقی پشتش نیست. رئیس مدیر کل بهداشت جهانی میگه در کشورهای جهان کشورهایی داریم به کمک ما نیازمندن. حتی پاپ درخواست کرد بدهی کشورهای فقیر را ببخشن تا بتونن هزینه مداوا را بدن. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به تعلیق در آوردن بدهی 25 کشور. گفتن از این 25 کشور مادام که مسئله بیماری کرونا مطرح است، مطالبه پولی نمی کنیم. چرا؟ اگر قرار این بیماری در آفریقا ادامه داشته باشه،
در آسیا و آمریکا مهار نمیشه. ارتباط جهانی امروز تو گونه ای نیست که یک کشور بتونه خودشو از کشورهای دیگر جدا نگه داره، و به خصوص کشور ما ایران که در واقع بر سر چهار راهی، بر سر سه راهی آسیا، اروپا و آفریقا است. ارتباط ما با ارتباط شمال و جنوب آسیا و آفریقا را به هم وصل می‌کنیم، ارتباط شرق و غرب را بین اروپا و آسیا برقرار می‌کنیم، و مادام العمر نمی‌تونه پروازها قطع بشه، کشتی‌ها ارتباطشون قطع بشه و قطارها قطع بشه. در نتیجه بقای این بیماری هم به جامعه ما لطمه می‌رسونه، در آینده ما ایزوله اقتصادی بیشتر میشیم، به تمام معنا منزوی خواهیم شد. نه تنها رشدی نیست، بلکه خطر جدی‌تر. حکومت یک استدلال دیگه هم داره، میگه ما نمیتونیم حقوق بازنشسته رو بدیم، کشورهای دیگر هم نمیتونن بدن. وقتی قرار یک کشور برای این بیماری هزینه کنه، هم هزینه بیکاری رو باید بده، هم هزینه صندوق بازنشستگی رو بده، هم هزینه درمانی رو بده. اینکه شما اشاره کردید کشور ایران بیشترین تلفات کادر پزشکی را داره، یکیش به لحاظ این است که پزشکای ایران، کمک پزشکای ایران، پرستارهای ایران با توجه به مشکلاتی که در جامعه دیدن فداکاری کردن. دوم اینکه این دولت نتونسته امکانات درمانی و حفاظتی را به موقع برای اینها فراهم کنه، این کم هنوزم محسوسه، البته نسبت به روزهای اول بهبودی پیدا کرده، ولی هنوزم این کمبود اوریان، بیمارستان‌های کمی به این مسئله اختصاص یافته، شمار بیمارانی که نیازمند در واقع شرایط ویژه هستند بیشتر از ظرفیت بیمارستان هاست، و همه اینها وقتی دست به دست هم بده در میاد یک سیاست اشتباه آمیز دیگری که میشه عنوانش گذاشت خیانت کرونا. شما اشاره کردید به مسئله در واقع توان اقتصادی دولت و حکومت در مقابل در واقع موقعیت های ویژه. ما در کشوری هستیم که بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان رو داره، در کشوری هستیم که نهادهای روحانی و فرادولتی مثل بنیاد رضوی، مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد جان در واقع شهید و بنیادهای مختلف و در واقع نهادهای مختلف روحانی اصلا مالیاتی نمیپردازن، مالیاتی که میتونه بودجه بسیاری از نهادهای در واقع بودجه دولتی رو در واقع تأمین کنه. در این حال ما حتما خبرها رو دیدیم، شاهد این هستیم که حداقل خود خامنه ای 95 میلیارد دلار پول داره. چرا این نهادها در واقع حاضر نیستن در واقع بخشی از هزینه های این موقعیت ویژه رو بپردازن، موقعیتی که سیاست های خود حکومت اسلامی برای خصوصی سازی ها، برای واگذاری ها، برای عدم سرمایه گذاری در بخش های درمانی و بهداشتی، عدم سرمایه گذاری در تمام ساختارهای اجتماعی در 40 سال اخیر رو شاهد بودیم، چرا نمیذارن؟ و این فکر میکنه چه تأثیری در روند مقابله با این ویروس و در روند حفظ حیات و سلامت جامعه میتونه بازی کنه؟ اولا این که بگیم ثروتی که در کنترل خامنه ای ممکن است اینا ازش بقارت برن، ولی اون اموال عمومیه، مال شخص خامنه ای نیست، از اون رقم 95 میلیارد هم بسیار بالاتره. یعنی نهادهای تحت رهبری ولی فقیه بسیار از این بالاتره، و
به درستی به مردم اطلاع نمیدن، حتی به مجلس هم نمیدن. البته این مجلس مجلسی نیست، ولی به همین مجلس فرمونیک هم اطلاع نمیدن. میگن این فقط ما به ولی مسلمین پاسخ میدیم، یعنی به شخص خامنه ای و اطلاعی نمیدن. اما چرا از این پول خرج نمی کنم؟ من یه راه را کوتاه‌تر می کنم. میگن که هزینه حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی سالانه 1 میلیارد دلار. هزینه جنگ در سوریه رقمی به حداقل 2 میلیارد تخمین زده میشه، و هزینه جنگ در یمن هم رقم بالاتری است، اگرچه اطلاع دقیقی هنوز در دست نیست. کوتاه‌ترین راه این است که دست کم بخشی از این پولها را کم کنم، برم در اینجا خرج کنم. اگر دولت ایران بخواد مثل کشورهای اروپایی، یعنی پا به پای عربستان و اردن و امارات عربی و کشورهای این قرنطینه را ادامه بده، نیازمند حداقل 50 تا 70 میلیارد دلار. این 50 تا 70 میلیارد دلاری که در ظرف 6 ماه آینده میشه کرد، بخشش به دست میاد. یعنی همین الان اجازه دادن به یک میزانی جمهوری اسلامی نفت بفروشه. اینها رقمش اعلام نمی کنن، ولی اجازه دادن میزانی نفت بفروشه. به بعضی از کشورها مراوده داره، و همه جور هم شما گفتید اون بنگاه‌ها که من هم روش انگشت داشتم، دیگر هم روش داشتم، اونجا ذخیره دارن. یعنی این پول در بساط جمهوری اسلامی وجود داره، موجوده. این نیست که ما بگیم از یک چیزی حرف میزنیم که وجود نداره. یک زمانی ما با اعضاب ناس سر مشکلات مردم صحبت میکردیم، گفت خود شما بگید، ما اینه رقم روشنه. رقم روشن این است که این پول را یک شب مردم خرج نمیکنه، این پول را هفته به هفته، ماه به ماه خرج میکنن. اگر 75 میلیارد نیاز است، این در ظرف 4 ماه نیاز است. ماهی 12-13 میلیارد را میشه این پول را اینها قدم به قدم تامین کنن، و در واقع اون بخشی که در نوک تیز پیکان حمله است از تعرض باید مسئول باشه. اونهایی که وارد میشن با جون خودشون و با جون مردم بازی میکنن، اینها رو باید برحذر داشت. اون بخشی رو که ضرورت جامعه است، مثل مواد غذایی، مثل کشت و زر، الان اگر کشت نکنیم وقتش میگذره، میوهی که روی درخت اگر نچینیم خراب میشه، اینها رو بایستی با یک تدبیرهایی جمع کرد. کشور ایران یک کشور هنوز خودکفاست. ما به لحاظ مواد غذایی مقداری برنج و گندم وارد میکنیم، ولی بیشترین محصولات ما از خود کشوره. اینجاست که ذخیره وجوده. برنجا احتکار شده، غله احتکار شده، مواد غذایی احتکار شده، دارو هم احتکار شده. یعنی اگر به بیمارستان ها دارو نمیرسه، به دلیل این نیست که دارو کم بوده، به دلیل این است که این دارو رو میبرن احتکار میکنن، در جاهایی به بیمارستان های خصوصی بفروشن، یا به استان هایی که بعدا پول بیشتری پرداخت کنن. یه بخش از مشکلات جامعه این است که حکومت یک حکومت مافیایی است. گروه های امنیتی، پاسداران، روحانی ارتباط دارن. فرض کنیم
امروز تعطیل حوزه های علمی میلیاردها دلار در سال هزینه دارن، تعطیل کنیم ببریم 60,000 طلبه آموزش میبینه، نمیخوایم ببینه، اصلا به درد نمیخوره این 60,000 طلبه ای که به 400,000 طلبه اضافه میشه چه شغلی دارن؟ مکانیکن، تراشکارن، جوشکارن، مهندسن، چی هستن؟ ترهات ارتجاعی پخش میکنن، مفتشویی میکنن، روان شویی میکنن، مردم را فریب میدن. اینه نمیخوان پول این را امروز خرج مداوای این بیماری کنن. این است که به باور خیلی ها، نه من اینو، خیلی از خود حکومتی ها میگن این پول موجوده، میشه تأمینش کرد، خامنه ای باید دست از مداخله ورداره، پولهای ذخیره در اختیار دولت قرار میگیره، دست از وجاجت برای تولید بمب اتم ورداره، با یک بیانیه رسمی دست برداشتن از تولید سلاح اتمی راه را برای کمک بانک‌های خارجی باز کنم و سیاست سالمسازی جامعه را در خطر گسترش بیماری و نابودی احتمالی صدها هزار نفر و میلیون نفر ترجیح دهم. این خطری است که مردم ایران باید احساس کنند. اگر نمیتونم اجتماع کنم بر بامب ها فریاد بدم که این سیاست سیاست نادرستی. ممنون از تو مجید دارابگی عزیز از این گفتگو و طبیعی این پیشنهادات شما و این چیزا با وجود یک حکومت توتالیتر اسلامی و منافع ویژه روحانیت ممکن نیست مگر اینکه در واقع این سرنگونی رقم بخوره که واقعا هم بودجه های همه این نهادهای در واقع اسلامی و نهادهای ارتجاعی قطع بشه و اینها روحانیت آخوندا به شغلهای شرافتمندی به قول شما مثل تراشکاری و نجاری و کشاورزی و مهندسی و اینا روی بیارن و هم اینکه جامعه نجات پیدا کنه از این افیونی که بر کشور ما حاکمه و متاسفانه مرگهای بزرگ و فاجعه های بزرگ رو برای امروز و آینده ما رقم میزنه. درود بر تو و درود بر بیانگان عزیز تلویزیون برابری که به این گفتگو توجه کردن.